تلفوناتو جواب نمیدی؟ میدی زنگ زده بوده؟ من نه، احمد آقا زنگ زده بود. اینا رو برای شما بود. سوقاتیه، از گذشته است. این رفیق ما از اون مردای مرده. جنمش تومانی 700 ما با اون شازده توفیر میکنه. درسته یه سن و سالی ازش گذشته، بچه بزرگ داره، اما وجودش طلاست. خودت که یکی دو دفعه دیدیش نیاز به تعریف من نداره. الانم اگه نمیخوایش بگو نه، خلاص رو هوا نگرش ندار. مگه حرفی نزدم داداش؟ من فقط نمیدونم آقا نادر با تون صحبت کرده یا نه، گفته بودم بگه که من چند روزی بیشتر تهران نیستم. بله اتفاقا نه، با من حرف زدن. حالا اگه اجازه بدیم توی فرصت دیگه صحبت کنیم، چون الان دیر وقته دیگه. شب شما بخیر، خدا نگهدارتون. به همه سلام برسونید، خداحافظ. به من میگه اگه کسی بفهمه دیگه هیچ وقت نمیذارم شب نما ببین. خیلی چه تهدیدیه؟ مثلا میخواد چیکار کنه باش؟ شکایت تو واسه وزارت شبنم هنوز تو دادگاه بازه. یه مأمور بگیر تحویلش بده، خلاص. انقدر شاکی و طلبکار داره که حالا لا پاش گیره. من فقط بچه‌مو میخوام. همین گول این چرندیاتو نخور، بچه‌مو میخوام. سلام بارم خانم، خوبی؟ خواستم بگم من رسیدم تهران. همین
مهتاب مهتاب سلام بابا. سلام بابا. میگم دست درد نکنه تمیز کردی خونه رو. چه خبر بود؟ توپ ترکیده بود انگار تو خونه. من که همش یه کلاسم یا مدرسه، ولی امروز میخواستم تمیز کنم خونه رو. اگه مهران کمک نمیکرد چقدر دیر اومدی؟ فوق برنامه داشتیم دیگه. مهران کجاست؟ من نمیدونم. ماشین تو پارکینگ نبود؟ مهران برده. بابا میگم از اون املتا که دوست داری بزنی؟ نه حالا بابا جان. باش. ولی دست درد نکنه، خیلی تمیز شد. تو نمیدونی چرا مهران پول شارژو نداده؟ مگه نداده؟ اسممونو نوشتن زدن تو آسانسور، نهیدی؟ تو آسانسور؟ بله. نه خودتو سیر نکن بابا، الان نهار درست میکنم. نه بابا، من باید برم خونه یکی از دوستام، میخوایم با هم دیگه درس کار کنیم. الان؟ آره دیگه، یه نیم ساعت دیگه باید اونجا باشم. مطمئنم از این خوشت میاد. یه چیزی هم برات گذاشتم تو اتاقت، دیدی؟ حالا میبینم، دست درد نکنه. این پسره کجا، سرش کجا گرمه؟ نگو نمیدونی. چی بگم خب؟ حتما سر کاره دیگه. سر کار؟ مگه سر کار میره؟ مگه قرار نبود با بچه ها بره درس بخونه، کتاب خونه برای کنکور؟ بابا خب من چه میدونم؟ چه میدونم؟ بابا برات از ترکیه کادو گرفته، بعد تو حتی نگاشم نمی کنه؟ بذارم شب که خیالم راحت شد نگاش میکنم. از چی خیالت ناراحته؟ از مهران. بابا خب اون لیلا رو میخواد دیگه، چرا قبش گیر میدی؟ آقای نوری، زمان عوض شد، الان دیگه دوره دختر پسریه. گذشت اون موقع که بزرگترها حرمت داشتن و کوچکتران به حرف بزرگترها گوش میکردن. تازه شد اینا هم دیگر رو دوست دارن،
از دست من و تو چه کاری برمیاد ها؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ پسر من بچه هست، عقل درست حسابی تو سرش نیست، بر میداره دختر شما رو بدبخت میکنه، شرمندگیش میمونه برای من. برگشتم بهش گفتم ساده یا هی قرار بود این قیمت بگیرم که میرفتم ناصر خواست. سلام. علیکی سلام. بفهمون داخل. مزاحم نمیشه. مراهم. ممنون. نوشه جون. حواست هست داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنم بابا؟ تو نباید حواست به خواهرت باشه؟ خب اگه میشه بفرستش خونه مهری، منم کار و زندگی دارم. زندگی دینا؟ اصلا میدونی این خانواده کیان چیان؟ شجرشون چیه؟ اصلا مهم نیست. پس چی برات مهمه؟ این که بشینیم برای دل هم دیگه بگین دوستت دارم دوستم داری که نشد زندگی؟ فردا روز خودت تو وای میسی تو روی من میگی چرا نزدی تو گوشم جلومو بگیری؟ برای چی نمیری کتاب خونه؟ مگه قرار نبود بری بخونی دوباره کنکور بدی؟ کجا بودی؟ رفته بودم داروهای مامان رو بگیرم. مامان؟ کدوم مامان؟ مامانت قطعه 88 دفن تموم شد رفت دیگه هم بر نمیگرده. داروهای اینا به تو چه مربوطه پسر؟ یه بارو بشین سر درس و مشقت. درس چیه پدر من؟ دکتر مهندس شنان ول میچرخن تو شهر. شما دکتر شو مهندس شو ول بچرخ تو شهر، خودم خرجتو میدم. شما برو تو. آدم بخواد وصلتم بکنه راه داره، رسم داره. بابا مگه ما رفتیم یه های عقد کنیم که شما در این راه و رسم رو نشونم میدی؟ پسر جان این خانوم از شما بزرگتره، قبلا یه بار ازدواج کرده، همه آدم ها که شرایطشون به هم نمیخوره. ببخشیدا شما خودت با اون خانومه میخوای ازدواج کنی؟ مگه هم سن و سال شماست؟ چرا فکر میکنی هر کاری که من میخوام بکنم غلط شما بکنی درسته؟ باز من جرأتشو داشتم، خودم اومدم بهت گفتم با من با لیلا میخوام عروسی کنم، اما شما چی؟ به مهری پیغام دادی اون به من بگه. تو حیا نمیفهمی چی؟ میگم احمد جان، آدم عاقل بعد از یه ماه مسافرت کاری یه سک سک خونه میکنه و میاد پیش یه آدم علیل. ای اونا رو گرفتم پس نیفتی. خیالت راحت، من جونم از تو بیشتره. برمان کرش لعنت. بشمار بشمار. آمپولا بی خاصیت شده. بله بله. باز درد و خارش هم برگشته. آمپولو میزنم انگار آب میزنم، کاری نمی کنه. خارجی هم جنساشون تقلبی شده. آمپول خوب و وقتی میزنی باید تا دو روز جاش درد بگیره. اینا اصلا شک نکن، بعدم سفارش میکنم یه جوری برات بزنن که تا دو هفته جاش درد بگیره. خوبه؟ بازم شرمنده کردی احمد. چی؟ تریپ شرمندگی بر نداره سعید، فکر نکن با یه شرمنده کردی بی خیال میشن، پولشو باید بدی تا ته. چقدرم که تو میگیری احمد؟ چرا نگیرم؟ پول باید بگیرم دیگه.
داوود پلنگ رو یادت احمد؟ داوود پلنگ؟ همون که راننده بود با شما بار زد اومدین اهواز. آره 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 خب اونم 20 روز پیش شهید شد. خدا رحمتش کن. هممون رفتنی هست ولی رانندگیش خیلی بد بود جون سعید. دوبار تو شلمجه نزدیک بود خود منو بکشتم. حالا که زنده ای کی بیاین پلو عروسی تو بخوری؟ قربون معرفتت رفیق، ما رو بی خیال شو، تو فکر خودت باش. من شناسنامم دستم، تو آدمشو پیدا کن، همین الان بری محضر. من برم یه چایی بریزم برای خودم. دست کجی نکنی احمد؟ بله دیگه، از ترکیه یک کله اومدم برم تو آشپزخونه تو نخود لوبیات کار بگیرم. اینا رو میذارم توی یخچال. من این آمپولا رو میزنم ولی اگه خوب نشم پول نمیدم. جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه رفیق. منم علیکی پول نمیدم. چی کار میکنی؟ سعید یادته یه بار تو اهواز اسکلت کردم رفتی زیر تانکر خودتو بشوری گفتم آبه؟ خب بعد فهمیدی گازوئیله. تا یه ماه بوی گازوئیل میدادی. چه ربطی داره؟ بو گرفتی بابا. یه حموم دوتایی با هم بریم؟ نه بابا، هستی منو میبره. ساکت باش ببینم، اون دختر بینوا میتونه تو رو کیسه بکشه چرک تو در بیاره. حالا چرا نمیای تو؟ تو میدون مین گیر کردی؟ باشو باشو آماده شو. نادر چطوره؟ چیزی شده؟ نادر زندان. ای دل غافل، زندان چرا؟ تصادف کرد. کشته؟ نه ای بابا، ای بابا. بگو ببین الان کاری از دست من ساخته است؟ نمیدونم. نه آخ 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 شرمندم به خدا، من سفر بودم، بیخبر بودم، ببخشید. اختیار دارین آقای نوری. ببخشید، پس شما زحمت اینو بکشید، من دیگه مزاحم باران خانم. من یه حسابی هم با خورده حسابی با نادر داشتم، اینم زحمتش با شما. به من خبر بدید اگر اتفاقی افتاد. ممنون، خداحافظ. سوزن؟ بله. هیچ.
بینی شیتونه من از اون گریه حسن جان ببین ساعت چی داری ساعت خوب مارک جدید پس من بس میکنم به خط فروش شما با همکارم صحبت کن راضیش کن که بهت بفروشه سلام وقتتون بخیر کلامتر هستم بله بابا جان چه زحمت کشیدی قربونت برم جان هست به به مینویسم قابلتون نمیدونم قربونت برم رفتی ترکیه جنس چینی بابا بهت انداختن ها چینیه ببخشید خانم نظر ببخشید میری خانم سوقت که نظر نمیدم این سالا شما هفته قبل رفتی کفش بخری تو بغل گوشت سرت گلان نذاشتم شما کارتو بکن ببخشید ولی خیلی قشنگه ها خیلی خوش رنگه دست در نمیخ فداش سرت باشه خدا نگه 100 کیلومتری میفهم از ساده ای بهت میندازم خودت چطوری؟ 5000 من خوبم تو چطوری؟ مشغول بله بله مشغوله نشسته روبروی من ادای من رو در میاره جانم ای بابا بله 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 بله, بله. خودم هستم مگه همکارم کارت رو راه انداخت بله متشکرم حتما من الان با شما تماس میگیرم حتما چه پروندی طرفو الو بخر نبود طرف یعنی چی سه روز بود داشتم رو مخش کار میکردم دکتر جان اجازه بدیم ببینیم من توی نیاوران برج باغ دارم 220 متر چهار خوا من تماس میگیرم خدمت شما بیکله طرف بخر بود آدمش بیکله خودم بهش کاری دادم آقا نوری حالا شده اوستاکار واسه ما چه ربطی داره میگم سه روز بود داشتم رو مخش کار میکردم همیشه کارت همینه همیشه خراب کردن کار توه عیب نداره بابا جان با شوهرت دوست من حلش میکنم باشه چش حلش میکنم کجای کاری آقا نوری شما اینجا داره ملاحظه میکنه یه قشقرقی در میار یک جیغای بنفشی میکشه بیا و ببین چقدر تو پررویی چقدر تو پررویی تو کدوم پیج دیدین؟ تور عروس هم دارم بله 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 منجوق دارم پولک دارم پولک های دستباف بله بله ببینین به هم زنگ بزنین خدا نگه دارم آقا اصلا پروندم که پروندم دلم خواست نخواستمش بفروشم با یه جوری صحبت میکنه جوگیر شده فکر میکنه بیل گیتس نه خیر زن میرزا نوروزم وای وای بودم برم برای شما میرزا قیمه بذارم گوشی گوش بلدی تو بلدی بفرما یه لحظه انباردار ما اینجاست اصخایی میکنم یه لحظه از مینا نوری وز ماه درود بر شما بندم همینطور بابا جان عیب نداره اینقدر جر نکنید با هم خب بابا این شکلی که نمیشه من این مشتری پیدا کنم ایشون بپرونه من مشتری پیدا کنم آقا بپرونه شما باید آلمان پرواز عوض کنید زنده باشید مامون سلام چطوری دلر داری نه با به دردم نمیخوره یه دونه چینی ها گیر همون اومد پشت خط بزن گفت بیا بابا بیا چای سلام درود بر شما کلانتر هستم دست درد نکنه بوش شما چه کار میکنی چی میخرید؟ چی میفروشی؟ بلش کن بابا ما تو اینجانه دلالی میکنیم البته درمندش بد نیست مهری بابا مگه من به تو نگفته بودم تا قضیه باران جدی نشده به مهران چیزی نگو مگه جدی نیست؟ مگه جدی نیست؟ من گفتم فقط تو بدون آخ من فکرم جدیه گفتم اگه تو نسی رو با مهران صحبت کن داره به خاطر این دختر زندگیشو خراب کن من واقعا نمیفهمم این دختر چی داره که مهران عاشقش شده نه قیافه ای نه پولی نه برا روی اصلا نه قلیون میمونه چیه شانس داره حرف تو رو رو حساب خواهرانگی قبول میکنم من گفتم بازم بهش میگم ولی حرف من و هم رو نهی میدونم تو بهش بگو شاید مخش بیاد سرشش این بچه چی شد؟ یخه که بابا آخ ببینم من اونقدام یخ نیست من الان عوضش میکنم برات میذارم داغ شه آخه این چه طرز زندگی شما داری؟ چشه؟ بله مامان باستان تویی؟
وای عقدم نارو خونچم هست جاشمی خیلی شید خیلی جایی نونوپنی هست قرآن هست خانشانیون هست فقط زنامت مخصوص نباشه اونجا آره نه دوما دوستت نیستم جانم خانم خانم موجودی انبار همون هایی که براتون فرست دادم بعد یه خواستم اما این خانم یه لحظه گوشی خدمتتون ببخشید یه لحظه گوشی آقا یه کلانتر لطفا خط منو جواب بدین دارم بچه رو میشورم میبینی کار دارم دیگه آقای کلانتر خواهش میکنم یکم بفهمین آبا داری وظیفت رو انجام میدی غر نزن دیگه بشور تمیز این چه دیوونه خونه یه شما را انداختیم بابا چیکار کنم بابا کارتون از خونتون جدا کنین بذارین بفهمین کی کاره کی زندگی نیم ساعت من اومدم اینجا دارم دیوونه میشم به خودتون رحم نمیکنین به این بچه رحم کنین از وقتی من اومدم این کفتر گیج داره دور خودش میچرخه آقا یه دقیقه ول میکنی همه کارا رو خراب میکنه جلو چشم اینه دیدی که انقدر زیراب نزن دور نزن بشور آقا تو زیراب زدن داری تو رو همه میشناسن من برم بابا نه بابا صبر کن زنگ بزن برات شام بیارن نمیخواد نده. زنگ بزنی مهتاب خونه منتظره فقط بالا غیرتن به مهتاب دیگه چیزی نگو به مهتاب نه بابا من چیکار دارم بگم خیالت راحت رو پیج ما دوباره سر بزنیم روز بر شما خوش نمیگه خسته نباشین ببخشین کفش پاشنه بلند زنانه سفید دارین بله مشتری پشت خط دارم بسش داد نزن آقا چه داد میزنی کدوم همکارم من اینجا 50 تا همکار دارم شوارزی رو برام تلگرام بکنید آها آقای کلانتر ایشون متاسفانه چند دقیقه پیش مرد خواهش میکنم من توی آفیس هستم خدا نگهدار خودت نمیری الو سلام آها نگاه کردین چرا؟ نمیدونم درسش خوب بودا یکی دو ماه اوف کرده البته اوف که نه مثل دانش آموزای تنبل شده حسن یه گوشی تو بذار تو جیبه مگه نمیگم مدرسه گوشی نیاری خانم مؤمنی خانم اون گوشی رو بگیر ازش الان من باید چیکار کنم؟ باید صحبت کنید. شاید مشکلی داره. ما تو خونه مشکلی نداریم. میشه شما باش حرف بزنید. ما حرف زدیم. شما حرف بزنید بهتره. همه مشکلی که مالی تو خونه نیست. شاید بیرون از خونه مشکل داره. خب بیرون از خونه چه مشکلی میتونه داشته باشه؟ من نمیدونم آقا. یا با دوستاش کتاب خونه است یا میگه فوق برنامه داره Thank you.
میزنی تو گوشم؟ چرا بهم چیزی نمیگی؟ من دخترت نیستم، چرا همش به مهران گیر میدی اما به من نه؟ چرا به اون میگی چی کار کنه اما به من چیزی نمیگی؟ خب از لیلا خوشش اومده، همدیگه رو دوست دارن، میخوام با هم عروسی کنم. این بده؟ خلافه؟ نه بده نه خلافه، اشتباهه. اون انجام بده اشتباهه. اما شما؟ مگه من چی کار کردم؟ مهری همش تو بهم گفته، باش حرف زدم. من هیچ کاری نکردم، میخواستم کاری کنم و دست کسی رو بگیرم بیارم تو زندگیم، میرفتم یه آدم سالم پیدا میکردم، نه اینکه هر کیو دیدم بیارم بگم میخوام باش عروسی کنم. بعدش هم من همه این کارا رو دارم به خاطر تو میکنم، من نباشم کی بالا سرته؟ بابا من هنوز هیچ کاری نکردم، میخواستم کاری کنم حتما نظر تو رو، مهران و حتی مهری رو میپرسیدم. یه وقتی نشستیم حرفاتون رو زدیم اونم بله گفته، نظر ما مهمه. اگه شما مخصوصا تو برام مهم نبودی، من تا حالا صد باره کارامو کرده بودم. تا الان داری منو با مهران یکی میکنی؟ اگه چی کار کرده بابا؟ من میخواد عروسی کنه، کار میکنه، زحمت میکشه. الان مشکل ما مهرانه یا تویی؟ مشکل نه مهرانه نه من. خیلی خوشمزه شده بود، دست درد نکن. ببخشی بابا، اگه مامان بود شاید دست پختم به این بدی نمیشد. بابا جان مهتاب، بله بفرمایید در خدمتم. کی شماره منو به شما داده؟ آشنا غلط کرده شماره منو داده به شما. نه عزیز من، شما بار داری زنگ بزن باربری. نه خیر، بنده بار بی بارنامه و قاچاق جایی نمیبرم. دنبال درد سر نگرد داداش من این کاره نیستم. خداحافظ شما. الو محمود، مرتی که شماره منو به کی دادی؟ خودتو به اون را نزن محمود، کی گفته شماره منو بدی به کسی که بار ناجور داره؟ ببند دهنتو، قسم علکی نخور. مردک از کجا میدونه من بار دارم برای آلمان؟ حرف نزن محمود، حرف مفت نزن. ببین گفتم جوونی بچه خوبی هستی، آوردمت پیش خودم اینه بچه آدم کار کنی. حرف نزن، دارم حرف میزنم. یک بار دیگه محمود، یک بار دیگه از این غلطا بکنی
میگم قسم نخور. به من ربطی نداره کیا بارشون چیه و کارشون چیه، میفهمی؟ میخوای هرز بپری دیگه نیستی. ببند شرمنده هم سوسن خانم. من میدونم الان اصلا موقعیت مناسبی نیست، ولی نگرانم. چند وقت هرچی تماس میگیرم با باران خانم جوابمو نمیده، جواب پیامامو نمیده. راستش آقای نوری، یه چند وقتی که باران از پیش من رفته. رفته؟ بله. کجا؟ نمیدونم. دروغ چرا؟ میدونم ولی گفته که بهتون نگم. چرا؟ نپرسین دیگه آقای نوری، نپرس. سوسن خانم چی شده؟ تو رو خدا به من بگی. یه چند وقتی شوهرش دوباره سر کلش پیدا شده. شوهرش؟ یعنی دوباره برگشتن با هم زندگی بکنم؟ نه آقای نوری، باران که خیلی وقت غیابن طلاقش رو گرفته، الان هم نمیخواد ریختش رو ببینه. پس چی شده؟ نادر تصادف نکرده. من نمیفهمم، شما گفتین تصادف کرده. میدونم، نمیدونستم بخواد چی باید بگم، ببخشید. یعنی به من دروغ گفتید؟ دروغ که نه، فقط تصادف نکرده، با ماشین زده شوهر باران رو ناکار کرده. ای وای، حالا باران پشیمون شده. آخه چرا؟ من کار بدی کردم؟ اختیار دارین آقای نوری، چه کار بدی؟ فقط باران به من گفت بهتون بگم دیگه پیشو نگیرین، پشیمون شده دیگه، فقط همین. سوسن خانم تو رو خدا دیگه نپرسین آقای نوری. بله ببخشید، این چند وقت خیلی مزاحم شد. اختیار دارین، شما ببخشید. حالا راستش من باید زودتر بهتون میگفتم. خدا یک کلمه برگشتم بهش گفتم آقا جان وقتی بابام نیست مهتاب قراره بیاد اونجا. نمیدونین چی کار کرد ناصر. اصلا کی گفته من قراره بیام اونجا؟ مهران زنگ زد گفت. خب مهران واسه خودش گفت. اصلا ببینم چرا شما همتون گیر دادین به من؟ تو شوهرت دعوا داری میندازی گردن من. بابا میخواد چه میدونم؟ بابا نمیذاره مهرام و لیلا عروسی کنه، اونم انداخته گردن من. میگه بابا به خاطر تو نمیذاره. خیلی پررو شده. وایسا ببینم. اینجا با تو هم گوش کن به حرف من. وسایلتو جمع کن، همین الان باید بریم خونه ما. زود باش. اگر من الان تو رو با خودم نبرم فکر میکنه حق اینو داره به من بگه اجازه دارم خواهرام ببرم خونم یا نه. ببینم کی میخواد چی بگه. زود باش. ایشون مشکل داره، ایشون میتونه از خونه بره بیرون. چرا من وسایل زندگیمو جمع کنم بیارم اینجا؟ بیا باش. بیا بفرما. حالانم دعوا کردی، پشیمون شدی، میخوای برگردی خونه، تو وقت باز داری منو بخونه. انقدر حرف نزن، جمع کن بریم. من نمیام. انقدر با من یکه بدو نکن مهتاب، جمع کن بریم. بابا یه چیزی به این مهری بگو دیگه. اصلا
من حوصله جنگ و دیوونه بازی ها شما رو ندارم. دیگه داری خیلی گنده تر از ذهن طرف میزنی یا مهتاب. من مامان نیستم لوست کنم و میزنم تو دهنت. آره اصلا لوستم، اما بی ادب که نیستم. عجب، باری کلا به ادبت. به جهنم که نمیای، به درک که نمیای. درک به خودم. بشو بس دیگه، خستم کردی. نوری جان، قند و اوره خونت که خوبه، عکست هم که چیزی نشون نمیده. همونطور که قبلا گفتم از آرتروز گردنته. رانندگی نکن، یه حداقل کمتر پشت رول بشین. دختر گلم، قبلا گفتم مراقب بابا باش. چی بگم؟ این دفعه کوتاهی از ما بود. یه امارای می نویسم، سعی کن امروز بریم. اگر رعایت نکنی کار میده دست درایور. خب آقا، من میخوام بدونم مگه تو به من نگفتی بلدم؟ مگه به من نگفتی خودم میتونم بچه رو ببرم همون کاری نداره؟ خب ببر. مهری آرومتر، بچه رو سرما ندیا، کلانتر مواشه واسه شما خوش. چی؟ تو جیب منه، من چه میدونم کجاست؟ اصلا به من ربطی نداره. برو بابا. من چی میگم این چی میگه؟ بابا جانم این چی؟ اصلا یه باره یه دیگه از چی میکنه؟ بله بفهمم. آقای محترم، من چند بار باید بگم بار بدون بارنامه جایی نمیبرم. راجبه چی؟ مهران؟ برو ببینم چی شد. بودو من چه میدونم باز چه غلطی کرده ای مهران. بیا بالا. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ کشیک میدادی؟ منتظر بودم شما به نامه میدی. بالا چرا نایمدی؟ من دیگه خسته شدم آقا نوری. هر دفعه که شما از سفر میایید من نمیدونم چه سری این انگار اصلا جم میره تو تنش. نمیگه ما چه میدونم با هم تفاهم نداریم، همش مهتاب بهونه میکنه. گردن دختر من نندازین، به مهتاب ربطی نداره. شما مدلتون همینه، حال میکنین اینجورین دیگه، خودت هم خوب میدونی. نه آقا نوری، من که نمیگم خود اینکه تقصیر مهتاب خانومه، من میگم به بهونه مهتاب داره همه چیو خراب میکنه. آقا ناصر، زن تو دوست داری؟ آره. برو دستشو بگیر، بردار ببر سر خونه زندگیش. نمی آقا نوری، شما که خود این چقدر لجبازه. در و تخته این همین دیگه، خوب چف شدیم با هم. میگم میشه این دفعه شما بهش بگی برگرده؟ من چرا بگم؟ مگه خودت زبون نداری؟ مگه بچه این شما؟ برو بردار ببر زن تو. الو الو، ببخشید فکرم زنگ خورد. نمیاد، من میدونم نمیاد. بله نمیاد. کاری نداره که، براش مأمور بیار به زور ببرش. آره
مگه نمیگی زنته دوستش داری عاشقشی؟ هر جوری میتونی برش دار به بسر خونه زندگیش. برو دیگه، برو. نشستی من نگاه میکنی؟ بله. بایزت بایزت اینا رو حساب انسانیت دارم بهتون میگم، مگر نه خودت هم خوب میدونی نه به من نه به هیچ کس دیگه این مربوط نمیشه. فقط نپرس که ما با لیلا خانم و مادرش چه نسبتی دارم. نمیخوام برای خودم دشمن تراشی بشه. آقا شما اصلا میدونی پسر تو چه مخمصه‌ای گرفتار شده؟ رفته دست چک گرفته برای دختره ماشین خریده از دمقست. دختره میره بوتیک کلی لباس برمیداره پولشو پسر تو باید بده. آخه پسر تو باید شب تا صبح با موتور کرایه‌ای بره دم در این رستوران اون رستوران سبزی خرد شده این مادره رو پخش کنه. وضعیت دختره میزون نیست. همین.